مکتب ابتدایی کارز سرمایه مشترک مردم کارز است. برای بهبود این سرمایه مشترک هر کسی زحمت میکشه دستشان درد نکنن. خدا کنه که تمام اعضای یک خانواده بیاید اینجا خوب خدمت کنه، ما قدم تک تکشان گرامی میداریم و دستانشان میبوسیم. تنگ نظری و تنگ بینی افکار کهنه است که نباید در مکتب کارز جا پیدا کنه. پشتون قندهار و زابل و رزگان هم اگه بیاید در مکتب کارز خدمت کنه ما دستایش میبوسیم. اولادای ما سرمایه ما است. هیچ چیز دیگه در این سرزمین نداریم جز نمی سرمایه معنوی و اولادای ما که هستیم. نه معدن است، نه زراعت است، نه آب است، نه زمین است، هیچ چی نیست در اینجا جز اینکه نمی اولادای خود داریم، نمی پدرای خود داریم، نمی قومی و ارتباطات ما است. هیچ چیز دیگه در اینجا نداریم برادر. اگر کسی در تخریب نمی مکان و در نمی جایگاه مثل که مکتب لیسه ما خراب شده، لیسه نسوان و لیسه ذکور متاسفانه با بیتوجهی ما و شما مردم پاتو فعلا به یک ویرانه میمانه. اگر ساختمان داره معلم نداره، اگر شاگرد داره کتاب نداره، اینا مایه رنج ماست، مایه عذاب ماست. من هر روز که مکتب میرم میرم شاگردایی که حالا برتان نصیحت کردم سرشان قار شدم پیش روی ماست، اکثرشان ساعتاش خالی است. در کارز هم آمیر صاحب یادآوری کرد که دو بست معلم داره، با دو بست معلم شش سنف پیش بردنش و هم سنفایی که هر کدامشان یک معلم حتما ضرورت داره پیش بردش کار سخت است. دولت ما میگه دولت است که 20 سال دیدی. اگر خود ما همت نکنیم، اگر دست یک دیگه خود نگیریم، اگر پدر و مادر متوجه نشه، اگر مکتب خود کمک نکنیم، اگر برادرای ما که دستشان پور است و در خارج رفتن اونا متوجه نشوند، این مکتب ارزش نداره. وقت اولادای ما ضایع میشه. این جامعه به بندوباری یاد میگیره. این جامعه بجای اینکه با سواد شوه بیکار بار میاد. فردا نه چوپانی میتونه، نه دهقانی میتونه، نه معلمی میتونه، نه دکتری میتونه، هیچ کاره میشه. به او خاطر همه ما باشیم دست به دست هم بدیم، هم دیگر پذیر باشیم، نق نق نکنیم سر یک دیگه خود، بهانه تراشی نکنیم، تهمت نزنیم به پای هم دیگر، دست یک دیگه خود بگیریم محکم در پای یک خود استاد شویم، همکاری کنیم، یک قران و دو قران پای یک دیگه کنیم تا یکی مکتب خوب داشته باشیم. خانه خوب نداشته باشیم برادرها، مکتب خوب داشته باشیم آینده اولادای ما خوب است. چند تا اولید کابل نداشته باشیم، یک دنه بچه تحصیل کرده صاحب معاش باهوش و با صلاحیت داشته باشیم در افغانستان، دمتان را آس را سر آجی صاحب خلیفه همینجا حضور داره. آیا کم کار کرده، اینگری نکرده، دهقانی نکرده، بهترین دهقان نبوده، بهترین زحمتکش ملک ما نبوده، چه وقت راحت شده؟ زمانی که دکتر صاحب حبیب صاحب معاش شد و آل خاطرش جمع جمع، نه از کشتالی میترسه، نه از قهدی میترسه، از هیچ چیز نمیترسه، پشتش به کوسته. چرا؟ به خاطر که بچه خوب تربیت کرده، سرمایه خوبش بچهش است. چند تا عالی کابلش نیسته، زمین قلتورش نیسته. ما بردن میگیم که از سنف اول اگه بچه تان خوب درس نخوان، تا سنف شش اگه خوب درس نخوان، در سنف ده و یازده نمیشه. سنف ده و یازده نزد اولاده خود پرسند اون سنفایش خالیسته، معلم نداره. یک روز معلم فیزیک نیه، یک روز از کیمیا نیه، یک روز از دنیا نیه. ما که خانه خود خود جور ندانیم، پاتو رو جور نمیدانیم، ما که پاتو رو جور ندانیم، جاغوری رو جور نمیدانیم، ما که جاغوری رو جور ندانیم، غزنی رو جور نمیدانیم، ما که غزنی رو جور ندانیم، افغانستان رو جور نمیدانیم. اول به این از خود خوش رو کنیم. در کارز مشکل داریم، چرا داریم؟ کیستیم ما؟ چقدر هم دیگر فاصله داریم؟ اولادای مشترک است، خانه ما مشترک است، خون ما مشترک است، قبرستان ما مشترک است، چقدر بد دل ما به هم دیگر ما میسوزه. در یک روز آمدن در اینجا هیچ چی نمیشه. لطف کردن آمدن اولادای تان تشویق میکنیم، اما هر روز بیایید
همیشه از اولادتان اطلاع داشته باشین، همیشه با خبر باشین که معلم داره نداره، معلم خوب داره نداره. چند تا معلم خوب در مکتب داره؟ چقدر بهترین ها را سطح جاغری جمع کرده در مکتب خود میاره؟ در پاتو در نظر بگیرین، اولادتان در بالا میاره، اونا را متوجه باشین. سرنوشت بسته پاتو را داده مدیست چند تا دواچی؟ اونا دواج الله بستن در مکتب دوان نکنن، در جای دیگه میره دوان میتونه. ارزش دادیست چیست؟ اگر دوائی جو پرشود نداشت در جای معلم میچست، اگر معلم زورش به معلم نرسید در جای دیگه قدچه پو ناغل خدا هوا داره. صد رقم فساد و بدبختی رو در منطقه تان بار آورده، گوش همه تان لام است و ایچ کس نیست در برابر شیستا چه. من میگم که تا زمانی که در برابر اولادای خود، در برابر مکتب خود همین رقم بی تفاوت باشیم، شایسته از این نیستیم که اولادای ما دکتر شوه، انجینیر شوه، بهترین باشه. فارغ بشه از مکتب میره یک سند فارغ 12 میگیره، بیکاره، سواد نکنه، نباید اون رقم باشه. ای مادرها، پدرها، از فیصدی اولادتان نترسید. یک دنه گسفند خدا شغال خورده فکر کنه، فکر کنه که از بین رمیتان یک گسفند دانه شغال خورد ولی با اولادا خود مصرف کنه. لبسرین نخرین، برش قلم بخره. دیدم امروز دختر آره که در اینجا لبای کل کشان سرخ بود، اما در مکتب قلم نوره. وقتی بگید بگید قلم تا میگه استاد امروز قلم نورده، بگید کتابچه تا میگه کتابچه نداره، بگید کتابت کجاست میگه کتاب نداره، ولی لبای کل کش سرخ، ولی چادر کل کش گل زده است، کفش کل کش نو تازه است، کفش خریده میدانی، لاتری گلدار خریده میدانی، لبچه خریده میدانی، سرخ سفیده خریده میدانی، قلم خریده نمیدانی. من به عنوان برادر کوچکتان ببخشید، من تون روی کردم، من کم گفتم براتان، امیدوار است فراموشتان نشه. از امروز تصمیم بگیرین که آره مکتب کاریز را گل باری مکتب جور میکنیم، مکتب کاریز را، مدیرش را، شاگردش را، چپراسیش را، هر کسی که به این جمعه به یک شخص خدمت میکنه مثل مردمه که چشمی خود دوست داره. نمیگذاریم کس توهینش کنه، نمیگذاریم گشنه بمانه، نمیگذاریم کس تحقیرش کنه، بخاطر که نه خدمتگار ماست. هر کسی باشه، فکر نکنن که امروز بچه عباسی صاحب اینجا مسئولیت داره. ما یک گفت میزنم، گفتم اول خندار بایدم اینجا این مسئولیت به دوش بگیرم، من امیر خب پشت بانشم. امیدوار استم همه ما امیر در کن، همه ما به مشکل پیش بریم. یک لحظه سخنرانی کردن کار آسان است، اما یک عمر در اینجا مسئولانه زندگی کردن سخت است. همه ما باید مسئولانه زندگی کنیم، نگذاریم تخریب شود، نگذاریم خراب شود. 144 لگف پانی به ایسار پارسال در پاتو سرازیر شده، مصرف شده، پول جور شده، مکتب جور شده، سرک جور شده، اما در کدام مکتب یک روپیه آوردیم کمک کرده که معلم بگیر بچه های مرتب بیاد کن. وقتی فیصدی اعلان شده کن لگه مرتب میگیره، کن لگه ما ناراحت میشه. یاد ما است انجینیر سید بهروز و مامای آتی معلم، خدا معلم نصیحت بتا زود بیای سر وظیفه خود، نصیحت میکرد میگفت آتای هر قدر فیصدی اوالا گده مکتب که شاگردم نداشتی فیصدی بیدی. من میگم که انجینیر سید بهروز دمت گرم، مرم روحیه دادی، عمرت دراز. کاش که کل لگی امیره با پدر خود بگه که آی پدر در مکتب که شاگرد نداریم فیصدی بیدی. من شخصا خودم دادو در مکتب دادال هیچ شاگرد ندارم، یک ماه معاش خود دادم به افتخار در هر جایی یاد کرده بیدیم. در صافت مکتب دادال من معاش خود دادم به افتخار بسید کل لگی اعلان کرده بیدیم. من این فقیر درسنه بیچاره هم معاش خود میتونم بر مکتب بیدیم، ولی کل لگی فقیرتر از ما در پاتو وجود ندارد. در پاتو فقیرتر از ما کسی نیست برادرها، با کمترین معاش و سخت‌ترین شرایط من زندگی میکنم، ولی میتونم از معاش خود به مکتب کمک کنم. شما هم میتونید. پیشخانه ها دیدم دان موتر است، سرمایه است، امکانات داره، نولی داره، کشفش داره، و
ولی برای اولاد دو سه دو بیست سه دو بیست سه دی از طرف آتا ویلای شما معلم خوب میگرم مگه معلم خوب نگر معلم خوب نگر دکار نیا رقم گزاره میکنیم شما بیچ میکنیم بچه خوما روان میکنیم مسئولیت شما فهم او تو مفهمی پیسه ندیم این رقم نمیشه بچه رقم نمیشه خواهر برادر فیصدی پرداخت کنین مکتبتان نیمه دولتی و نیمه خصوصی باشه به نفع دانسته به نفع اولاد دانسته اگه دولتی شد و ایرانه میشه این دولت کلگی جایش و ایرانه است اردوی ملیش و ایرانه است پلیسش و ایرانه است تمام جایش قش قلم نمیتونه پیش بشه بس خود ما دست به دست هم بکنیم آخرین گم بر خدا همه ایتان در عزت میده بجوز اون کسایی که ضد مردم است من آخرین گرم این بخش مردم پاتو و بخش مردم افغانستان مخصوصا شما کاردیای عزیز این نمیسته اما کسایی که دوست دوست آباد نگاه کنید موفق باشید.